در زمانهای قدیم صدها قبل کاروان به قلب صحرای سوزان و سخت تار رسید. در جمعی از کاروانیان گروهی از آهنگخوانان سندی نیز بودند. آنها بعد از روزها و شبها سفر سخت بالاخره در یکی از دهات قسمت غربی راجستان جابجا شدند. یک محمد با قصه ها و افسانه های مردمی راجستان خو گرفته است. در جمع این قصه های عشقی یکی هم قصه حقیقی مومن است. مومن شادخت زیبای جسلمیر بود. عاشقان و خواستگاران زیادی داشتند. لیکن مومن دلباخته کسی دیگری بود که قلبش در محبت او ناقراری می کرد. روزی از روزها مهندرا شاهزاده آراسته و خوبروی امرکوت بدینجا رسید و با اولین دیدار عاشق این شادخت پریوار گردید. مهندرا جهت ابراز محبت انگشتری را طور نشانی یادگاری به مومان تحفه کرد. غلطی اندکی باعث شد که مهندرا از وصل محبت مومان محروم شود. مومان بعدها خود در جستجوی مهندرا برآمد، رخت سفر بربست تا بالاخره با حالت زار و دل شکسته و امرکوت رسید و در آنجا جانش را و جانان سپرد. روشنی نوخاسته صبحدم بر سرزمین برناوا دمیده بود، بر سرزمینی که نیک محمد با خانواده های دیگری از لانکاها در آنجا میزیست، در جایی که در مرز بارمیر موقعیت داشت. برناوا دهکده سیرامیزی است. از قدیم در هر خانه این دهکده صدای دلنشین موسیقی و ملودی طور تنین انداز است که در همه آنها زندگی لانکا در هم پیچیده و گره خورده است. در این دهکده زندگی و معاملات آن به شکل عادی جریان دارد. همه مصروف انجام امورند و هرچی به سر وقت آن البته توأم با پس منظر موسیقی اجرا می گردد. زیرا که برای مردمان لنکا موسیقی هم جز زندگی آنان است و هم وسیله تفریح و ساتری. و این شاید درست بوده باشد که میگویند بچه های لنکا قبل از آن به سخن راندن و سخن آموختن شروع می کنند که موسیقی را بیاموزند و این از جمله مهارت های دوران کودکی آنانند. شاید الفاظ و کلماتشان مکمل و جامع نبوده باشند، لیکن با زمزمه های دلربایشان هر کدام آشنا و هم نوا بودند. در اینجا آموزشگاه رسمی جهت آموختن برای بچه ها وجود ندارد، لیکن وقتی بچه های مانند عبدالدرباره وعده استثنایی می سپارند، از طرف اندرکاران مجرب موسیقی لنگا بحث شاگرد آماده می گردد و برای وی اصول و مراسم پذیرش استاد و شاگرد که اصول قبول شده در بینشان از روی دست گرفته می شود.
نیک محمد با ابراز ارادت و دعا به نام علی عبدال این جوان نوخاسته و علاقمند موسیقی را به حیث شاگرد تحت تربیت خود قبول می کند. مراسم پذیرش شاگرد مطابق عنعنه هندوان و مسلمانان است. آنانی که این مراسم را به دعا و برکت علی آغاز می کنند در ذات خود با همان عنعنه متبرک شکستاندن ناریال و تارهای رنگین را که هندوان به کار می برند یکی است. البته اینجا این لحظه از جمله لحظات نهایت مرحمت آمیز و مسرت افزاست که همه باشندگان دهکده با خوشی زیاد در آن سهم میگیرند و آن را سرآغاز خوشبختی اطفال میشمارند. در برابر عبدال برای آموختن چنین معمول درس های اختصاصی وجود ندارد تا آن را منظم بیاموزند، ولی با آن هم باید خود را در تکنیک های کسب موسیقی محل و آماده سازی وسایل ضروری به درجه مهارت برسانند. و آنچه اولتر از همه در سر رای او اتفاق می افتد آن عبارت از آموختن آله محبوبشان سارنگ یا سارنگی است. در آموزش این آله دشت و صحرا هم صنفی عبدال است. ستایش و درنمای ستارگان، کشش و صدای سارنگی و همچنان هیجان زنده روح انسان از جمع عناصری هستند که نغز صدای نیک را تشکیل می دهند که با شکوه خاصی در آن در تنین است. عبدال تا حد زیادی به ارزش های خزانه موسیقی لنگا گوش می دهد و تلاش دارد تا از آن به پیمانه زیادی بهره‌ور گردد، که این کار همیشه بدون شک برای به دست آوردن و تلاش نیز نیاز دارد. مدت بعد از عبدال تقاضا به عمل آمد تا بایی که از پیشتوان موسیقی لانگا یک جا بخوانند. برای عبدال این لحظه لحظه بود مملو از خرسندی و ابراز راستی، زیرا که او به حیث سراینده در عرصه عمل پا می گذاشت. عبدال از این آزمون به درجه خوبی به در آمد و بدین ترتیب بر جمع موسیقاران لنگا جوان دیگری افزوده شد. قصه های مردمی و افسانه های عاشقانه از جمله روح روان موسیقی لنگا شمرده می شود. نیک باری هم قصه های حقیقی که چسان اولین مرد لنگا در اینجا اقامت گزید تکرار می کرد و به آیندگان انتقال می داد. صداها قبل جوان راجپوت دستی موسیقاران را دید که با دلربایی موسیقی مجهز و در سفر بودند. جوان راجپوت از آنان تقاضا کردند تا وی نیز در جمع خود جا دهند، مگر در مقابل از آنها شنید که تنها مسلمانان با ما همراه شده می توانند. جوان علاقمند آنقدر عاشق موسیقی شده بود که او به اسلام رو آورد. گفته شده است که لنگاها همه از نسل همان جوانی هستند که او عاشق موسیقی بود و آن را دوست داشت. نیک محمد و اجتماع برناوا همه مربوط به خانواده لنگاهای سارنگی بودند. آنها طبق عنعنه‌شان از قدیم به نام بازیگران و موسیقاران سارنگی معروف شدند و به خاطر آلات موسیقی و کمپوزهای شیرینشان معروف و معروف بودند. درآمد و غایه زندگی لنگاها از طریق آوازخوانی در خانه های حامیان و علاقمندانشان به دست می آمد. حتی در حال حاضر نیز آنان سوار اشتران شده و در خدمت علاقمندان خود قرار می گیرند.
حامیان و مشوقین آنان همه همان سپاهیان سیدی بودند که بدون موجودیت موسیقی همه مراسم تولدی، عروسی و جشنهای مذهبیشان ناقص می بودند. لذا با آنها احساس ضرورت جدی می کردند. در مراسم موسیقی طبق معمول نیک بعد از تقدیم احترامات آغازی به تشریح نسب نامه دوستداران و همیانش می پرداختند و این از جمع حکایه ها و سنت هایی بود که پدر و پدر کلانش آن را به او آموخته بود و خود تا دومین فرد از نیاکان خود سلسله نسب خود را حتی از آن سلسله نسبی که هنوز هم به اسلام رو نیاورده بودند در حافظه داشت. سپاهیان سندی در فن موسیقی از اهل خبره و دانشمند بودند، لذا هنر نیک را به ستایش می گرفت، او را تشویق می کرد و از او قدردانی به عمل می آورد. نیک را آنها از هر دو لحاظ مادی و معنوی تشویق می کرد. و حتی امروز هم او صاحب اسبان زیبایی بوده است و در پرشکوه‌ترین جشن‌ها اشتراک می‌کند. اگر در مراسم خوشی و صفا صدای موسیقی در تنین نباشد، پس مفهوم خوشی یعنی چی؟ نیک امروز نیز آهنگهای عروس هراسیده که در انتظار دوست زندگیش نشسته می سراید و با لباسهای زیباش در حالی که رومالهای در دست داشت نزدیک گروه موسیقاران و جمع سازنده ها می شود و می خواند. اینجا روز جدید همیشه با عبادت و دعا آغاز می شود. لنگاهای پیرو اسلام منظمان به عبادت پنج وقت نمازشان می پردازند، همان طوری که موسیقیشان از محدوده قیودات کلاسیک آزاد و همین شان روش مذهبیشان نیز از چنین قیودات مبرا بودند. نیک عمیقا از نفوذ صوفیزم آن که سما و منظر راز اسلام است متاثر بوده است، زیرا که لنگاها بدون شک به مرد رای حقیقت و صوفی پرهیزگار خواجه معین الدین چشتی اجمیری احترام عمیق دارند. آنها همیشه از اشعار شاعران صوفی مشرب چون خسرو و بوعلی شاه استفاده می کنند و آن را زیب و زینت موسیقیشان می سازند. بی تردید تصوف و صوفی به این عقیده باورمند است که در زندگی تنها یک واقعیت و راستی عمومی موجود است. این روش به این باور دارد که راه‌ها و جاده‌های رسیدن به خداوند زیاد و متعدد است. جوهر خداوندی در همه جا و همه چیز موجود است. هر آن وقت که شما به خداوند اظهار ارادت و محبت می‌کنید، موجود و میسر است.
در این مکتب است که در حال محبت احساسات باوج می رسد و محبت معشوق با عشق ابدی در همسانی وحدت قرار می گیرد. جریان شاعرانه تصوف نهایت غنی و توانمند بوده است. در آن دریای احساسات به شکل آزادانه سوی مسجد بتخانه حرکت می کند. نشانه عشق خداوند یکتا و الوهیت آن با شکل محبت رادا و کرشنا پیوند می یابد. از سالیان متمادی کرشنا من حیث عشق ابدی و الهی فنا ناپذیر باقی مانده است. محبت وی با محبوبش رادا سمبولی است از محبت انسان با خدا. در محبت رادا هیچ گونه دلیل وجود ندارد. محبتی است بی دلیل و بی خرد که می توان آن را در ذات خود به نام محبت راستین یاد کرد. و این محبتی است که بالاخره هر کس تسلیم آن می شود. در اینجا تحمل جذبات به خاطر تحمل محبت است که با زندگی هم آغوش می گردد و با زندگی ادامه می یابد. کودکی کرشنا مانند زندگیش مملو از شوخی های رنگارنگ بوده. محبت وی زیبایی دهنده جشن هولی است، جشن زیبا و مقبول هندوان، جشن رنگ هایی که هم روح و هم وجود انسان را غنامندی می بخشد. رنگ هایی که اطراف و جوانب همه طبقات و مذاهب را با هم موافق می سازد. آنها همه فاصله های طبقه و مذهب را در عروسی های خود به دور انداخته. برخی از رسوم های آنان جز رسوماتی است که در بین هندوان و مسلمانان به گونه همسانی عملی می شوند. به گونه مثال در همه کشورها بین مردمان معمول است که بر تغذیه عروس و داماد تاکید می گردد. غذا تهیه می دارند، مسکر آماده می کنند تا به این صورت در اجرای مراسم معنوی و مذهبیشان خاصتا در عروسی ها کوتاهی به خرج ندهند. شاه در حین عروسی خود ملبس به لباس راجپوت است، اما اجرای مذهبی مراسمش توسط یک ملای مسلمان به سر می رسد. و مراسم مانند محافل عروسی هندوان از لذت‌های موسیقی و رقص نیز بهره‌مند شده است. با گذشت زمان همه هواخواهان صحرا را ترک کردند و همیشان در شهرهای بزرگ راجستان در پی تقدیر خود افتادند و آن دشت و صحرای سوزان و سختگیر دیگر از آن مهمان نوازی هایی که داشت باز ماند. دیگران قبل رفته بودند و نیک حالا تصمیم گرفت که دهکده‌اش را ترک گوید، ولی این فیصله ساده و آسان نبود. Hare 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 Hare
بله این فیصله فیصله ساده و آسان نبود، چرا که او تا هنوز هم از دهکده‌اش بیرون نرفته بود. این که بر او چه می آمد آینده برای او نیز روشن نبود، ولی تنها یک راه امیدواری که او با خود داشت آن عبارت بود از هنرش، هنر موسیقی و بس. وقتی نیک به جودپور رسید، او آماده بود هر کاری را که برایش میسر شود انجام دهد، حتی روز مزدوری. و این روزها روزهای آزمون و امتحان بود. نیک در همین روزهای دشوار و مشکل سرش را در آغوش فلسفه فقیری بگونه نشانه تسلیمی نهاد و گفت: نغمه ها و تجارب موسیقی به من آرامی می بخشد و هم سفر من است. جودپور شهر بیابان ها و صحراهاست. نیک با همان متانت و افتخارش از راه های پس کوچه ها و از سرک ها و جاده های عریض متصل به قصر های شاندار می گذشت و در هر کجای آن صدای آهنگین وی در هم پیچیده شنیده می شود. به مرور زمان لنگاها در جودپور جابجا شدند، در آن شهر برای خودخانه ها ساختند و زندگی یک بار دیگر روح آرامی خود را حواله آنان کرد. موسیقی آنان بی مثال بود و در زمره انانه موسیقی مردمی این روش موسیقی را به نام سبک کلاسیک پوری یاد می کردند. این نوع از موسیقی بدون کدام آموزشگاه رسمی و بدون اندک اصلاح در حال رشد و نمو بود. لنگاها به صورت عموم اشکال جدید را در این موسیقی به وجود آوردند. از این رو آنها به یک بارگی در هر جا و هر طرف قد برافراشتند و در دربارها، قصرها و خانه ها به خواندن موسیقی پرداختند. اگرچه از لحاظ معنا این آهنگ ها آنقدر مهم نبودند، لیکن در بین مردم دارای دوستان و علاقمندان زیاد بودند که از طرف آنها تقدیر و ترغیب می شدند. هتل های پنج ستاره که خود را مشوق و متخصص موسیقی ها معرفی می کردند، اندرکاران آن همیشه در فکر و کمال لنگاها بودند و از آنان جاودانه یاد می کردند. نیک درک می کرد که موسیقی او روز از این گودال دردآور گذشته نزدیک به در خواهد آمد و به معراج خواهند رسید. وقتی شنونده ها و مردم با لنگاها آشنا شدند، همزمان آنها توجه جهانگردان را در راجستان به خود جلب داشتند. مطبوعات نیز علاقمندشان شدند، برنامه های خاصشان را از طریق تلویزیون به نمایش گذاشتند. نیک و همکارانش خود را در خدمت مردم قرار گذاشتند، تلاش به خرج دادند تا جهت معرفی موسیقیشان به ایالات و کشورهای دیگر سفر کنند. مردم و جهان بادستان آزاد از آنها استقبال کردند، بدین لحاظ که موسیقی آنان توأم با محبت و خوشی و همچنان غم و اندوه و احساسات درونی بودند و همه آن را دوست داشتند.
و بالاخره نیک روز بدهکده خود برناوا دوباره برگشت. نیک سالها از خانه و کاشانهش بدور مانده بود، لیکن صدای سارنگی، دولک و کرتل بوی این احساس را نداد که او فکر کند از خانهش دور مانده است. همه دهکده به استقبال وی برآمده بودند تا از وی ستایش و قدردانی به عمل آورد. نیک اکنون مرد عادی و قهرمان معمولی نبود، بلکه او در برابر این میراث ز قیمت خود مسئولیت های سنگینی را در پیش می دید. او ایجادگر یک میراث زنده و ماندگار بود که باید به آیندگان انتقال می یافت. نیک هنوز هم مردی بشاش و خندان است و باورمند است که لنگاها ارتقا خواهند کرد و در دایره موسیقی جهان روز جایگاه خوبی را به دست خواهند آورد و بروی جوانان مستعد لانکا چون عبدل جوان افقهای تازه و روشنی خواهند درخشید. Badilai, 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 bad